تلویزیون جهانی آریانا افغانستان و بینندگان گرامی برنامه گنجینه هنر، خدمت یکایک شما عرض سلام و احترام دارم و امیدوار هستم که ایام بسیار خوش را سپری کرده باشین و باز هم یک ساعت و نیمه که در از طریق تلویزیون جهانی آریانا افغانستان در برنامه گنجینه هنر در خدمت شما و مهمان منازل شما هستم، امیدوار هستم با شما عزیزان هم خوش بگذره. امشب یک برنامه کاملا خاص و بسیار جالب بر شما داریم که 100% بر شما جالب هم هست، چون ما در صفحه فیسبوک هم میره نوشته کردم، ولی فقط یک مطلب کوتاه را میخواییم در شروع خدمت شما عرض بکنم و بعد از او بخیر باز بریم سر برنامه امشب ما که بسیار یک برنامه جالب است. ما امشب بر شما از محافل خانگی هنرمندا که هیچ کدام شما ندیدین، یعنی یک ایدادی که در اون محفل بوده، اگر امو محفل به صورت زنده دیده ولی ویدیوش هیچ وقت هیچ کس ندیده بوده و یه هم از گنجینه های زایرجان رسولزاد دوست همکار گرامی ماست که در اختیار ما ماندن، در موقع سر آهنگا بر شما میریم. بسیار جالب است، بسیار دیدنیست، آهنگای بسیار رمتر چی میگن خودمانیست، در یک محفل خانگی شما احساس کنین که در خانه شما امو آوازخان بر شما میخوانه که چرا در موقعش میرسم بر شما. در هفته که گذشت در برنامه گنجینه هنر متاسفانه نبودم، سفر داشتیم به ایالت واشنگتن دی سی و یک برنامه داشتیم در یکی از موزیم های اوجا با ستاره آواز کشور ما استاد مهوش و احسان جان احمد در قسمت تبله در موزیم سمیتسونین که در شهر واشنگتن است. ما در اوجا بر پنج برنامه داشتیم، یعنی روز جمعه یک برنامه داشتیم، روز شنبه دو برنامه و روز یک شنبه هم دو برنامه و بسیار جالب بود. یک تعداد زیاد امریکایی ها آمده بودن و همچنان یک تعداد هموطنان افغان ما که خرداشت خبر شدن آمده بودن. برنامه بسیار عالی و خوب گذشت و در پالوی از او در شب اول توتی تی وی و ترای ویژن که به مدیریت فامیل لطفی و همچنان به همکاری استاد عامد نوید و ترای ویژن که یکی از پرودکشن های بسیار بسیار قوی و خوب است اونا ترتیب داده بودن و همچنان آقای سمیر رسولی که بسیار شخصیت خوب و بسیار گوینده برازنده بودن در شب، یک شب بسیار زیبا را بر استاد خیال درست کرده بودن. قدردانی از یک هنرمند در زمان حیاتش بسیار یک مسئله مهم است که ما همیشه باید هنرمندای خود در وقت که حیات دارن ازشان قدردانی بکنیم، بسیار بهتر است تا که از دنیا وقتی که میرن باز ازشان یک بود درست میشه و باز چقدر برنامه‌های مخصوص برش گرفته میشه. یک شب بسیار زیبا بود، در این شب خود استاد خیال تشریف داشتن، ستاره آواز کشور ما استاد مهوش بودن، خانم هنگامه تشریف داشتن، همچنان آقای ولید سرور و یک آوازخوان بسیار نازنینه که در شهر خود ویرجینیا ذکریا جان ثانی در اونجا تشریف داشتن و یقیر فقیر هم بود، هر کس به نوبه خود یک مجرایی هم دادن. یک شب بسیار زیبایی بود و یک قدردانی بسیار خوب بود از استاد خیال که تقریبا 60 سال یعنی 6 دهه خدمتشان در راه موسیقی و هنر برای مردم افغانستان و چقدر شاگردان بنام از خود بجا گذاشتن. انشاءالله که هر جایی که باشن خوش آرام باشن، برشان اگر برنامه رو میبینن بر خودشان، بر فیصل جان، بر خانم گرامیشان، بر همه فامیلشان احترام میرسانم. واقعا بسیار شب زیبا بود، بسیار شب عالی بود، بر ما بسیار زیاد خوش گذشت و بسیار لذت بردیم. و همچنان ما یک کنسرت هم داشتیم شنبه شب که میرویس جان حبیبزای و همچنان اسمت جان عباسی تهیه دیده بودن در رد روز که به کنسرت بسیار خوب هم گذشت. تشکر میکنم از تمام عزیزایی که ما را دعوت کردن و در روی جبه دیم امرایشان. خب میاییم سر برنامه امشب. امشب در استودیو لس آنجلس رضا جان با ما همکار هستن، برشان سلام میرسانم، احترام میرسانم. ما یک دو پارچه از طریق رضا جان پخش میکنیم که وام آثار خود زایر جان است، بقیش از استودیو پخش میشه و در استودیو زایر جان رسولزاد با ما همکار هستن. با تشکر بسیار مجدد ازشان که واقعا این کار است که یعنی هر کس نمیکنه، ولی اینا بسیار به صورت امانتداری اینا رو نگه داشتن و چون برنامه گنجینه هنرم یک برنامه است که به صورت بسیار امانتداری آهنگا رو برای شما تقدیم میکنم، امیدوار هستم از این کپی ها نشه، شما میتونین برنامه رو داشته باشین، هر از گاهی خواستین ببینین، برای از این کپی دوم و سوم شوه کیفیت و کوالیتی ایناش کاملا از بین میره و اگه خواندن بخواین یک بار دیگه بردارین دوباره در یوتیوب پرتین قدر کیفیت نداره. من فکر میکنم به صورت اوریجینالش اگه داشته باشین سعی کنیم کمی فرهنگ داشته باشیم که کپی نکنیم از این چیز.
هموطنان گرامی، اولین آهنگی که بر شما پخش میکنم شما شاید بدین که چند هفته قبل هنرمند گرامی ما آقای شادکام تشریف آوردن در شمال کالیفرنیا و یک شب هم مهمان برنامه گنجینه هنر بودن. از صحبتاشان بسیار لذت بردیم، آموختیم. اونا یک شب هم در رستوران انار یک برنامه داشتم که یک تعداد هموطنان ما رفته بودن. من متاسفانه نظر به یک مشکلی که داشتم نتونستم رفته و در اون شب یک آهنگ بسیار زیبای خواندن که همه جا دکان رنگ است، همه رنگ می فروشن. این آهنگ دوست گرامی ما زاهد جان رسولزاد تهیه کردن با تشکر مجدد. آهنگ بسیار زیباست، شعر بسیار زیبا داره، با صدای گرم شادکام. آهنگ محفلی است، با ما باشید. این چه رنگ است که گچی شو و گسل شوی؟ این چی رنگ است که گه شیشه و گه سر شمی؟ هیچ رنگی به هزان نیست که یک رنگ شمی. هیچ رنگی به هزان نیست که در اولین روز که امی غزل از خدا بیاموزد جناب رازق فانی بود، اولین روز نشرش در نشریه پامیر در کابل صورت گرفته بود که یکی از دوستات از بیرون که آمد امی نشریه پامیر بدستشان بود، تصادفاً خدا بیاموزد نسیم جان امکار باز اوقاتی که نشست داشتیم در بخش تبلدی دمو جمع دوستا بود، امی غزل که شنیدم و خواندم از نظر گذاشتندم آنن الهام گرفتم و امی آهنگ را در امو دقایق اول که بعد استمامت ساختیم. همه جا دکان رنگ، همه رنگ می فروشد، دل من با چشم سوزد، همه سر می Good.
می با احترام خدمت شما، آهنگ بسیار زیبایی بود، نگفتن نمانه که کلیپ هم بسیار جالب بود، کلیپ بسیار زیبا را همونطور گفتم زاهی جان رسول زاد فیلم برداری کرده بودن و خودشان تهیه کردن و نظر به شعر هم بسیار در پارتای آخر قدر مطابقتای صحیح و درست داشت که حد نداشت. امیدوار هستم که شما هم لذت برده باشین، که حتما لذت بردین از هنرمند گرامی آقای شادکام. در این قسمت برای شما یک آهنگ دوگانه پخش میکنم هموطنان گرامی، که در سال 2015 سفر داشتن و سادرمان به امریکا و در شمال کالیفرنیا در منزل دوست بسیار عزیز گرامی ما عبدالله جان ابراهیمی، که یکی از هنر دوستای بسیار بسیار همت پاک هنر دوست است واقعا، دعا میکنیم به خیر صحتشان هر چیز زودتر بهبود پیدا کنه، رو به بیبودی است، بسیار خوشحال هستیم. در منزل زیبای از اونا بودن، یک آهنگ گل سیب دوگانه خواندن با یکی از آوازخانه یمی منطقه ما خانم مینا نوابی، که آهنگ بسیار قشنگ و زیباست، و از رضا جان عزیز در استودیو لس آنجلس خواهش میکنم که آهنگ استادرمان با خانم مینا نوابی پخش کنن. آهنگ محفلی است، ان شاء الله که حتما خوشتون بیاد. با ما باشید. Thank you.
هموطنان گرامی، آهنگ بسیار زیبا بود. ببخشید که من اشتباه گفتم، آهنگ جام نارنجی بود، گل سیب نبود. معذرت میخوام از شما. آهنگ بسیار زیبا بود، آهنگ محفلی بود. شما چه یک رقم احساس کنین، حتما چای و شیرنی و اینا سر میز اینا است 100%. شما چه یک احساس کنین که نمی هنرمندا امشب نمو، اگه شما هم تو به اصطلاح ما هم تو در بحرش برین، فکر میکنین که امشب هم هنرمندا در منزل شما بر شما میخوانن. امیدوارم تا این لحظه از برنامه لذت برده باشین. در این قسمت هموطنان گرامی یک آهنگ بر شما پخش میکنم که در سال 1985 در نیویورک ثبت شده بود. البته یک محفل بوده که نعیم جان پوپل در اون محفل میخوانده و خانم شهره یکی از آوازخوانای بسیار مشهور ایران است که از زمانهای بسیار قدیم میخوانه. خانم شهره هم در اونجا تشریف داشتن. نعیم جان پوپل با دوست بسیار عزیز گرامی ما چترام که طبلا من می نواخت امراش در اوجه برنامه داشتن و خانم شهره هم آمدن. البته یک برنامه شاید دست جمعی بوده که بعدا خانم شهره هم می خواندن تنهایی خودشان و با نعیم جان خواندن، منتهی آهنگ نعیم جان شروع کرده، خانم شهره هم خودش می آید و امراش شروع می کنه و خواندن. آهنگ بسیار زیباست، در سال 1985 از هنرمند گرامی کشور ما نعیم جان پوپل و خانم شهره با طبله زیبای چترام.
خب هموطنان گرامی، آهنگ بسیار قشنگ و زیبایی بود از نعیم جان پوپل با خانم شهره، که مثل که از آهنگ نعیم جان بسیار خوشش آمده، من تو ناخودآگاه آمد و مایکروفون گرفت همراهش خان، و بعدا میگن که در روی استیج همراه خانم شهره هم نعیم جان رفته بودن خوانده بودن. هموطنان گرامی شما روی خط هستین، بفرمایید. سلام علیکم. خلیل جان سلام، خدا کنه خوب باشی. ممنون شما، تشکر. یک معذرت میخوام برای پروگرام قشنگ، ممنون شما میشم. بفرمایید. اما از خاطر انار کلاس هیچ کار نمیکنه، هر کلاس زنگ میزنم هیچ کس به من جواب نمیده، نمیدونم که چرا کار نمیکنه، چی جواب بدم. والا دیگه من باید خدمت شما عرض کنم که من به دست اندر کارایشان که میشناسم، ما که زنگ میزنم تلفن ما رام جواب نمیدن. من در روز 4-5 دفعه تلفن میکنم، برای اینکه بسیار هموطنان ما واقعا از این مسئله رنج میبرن. کسایی که انار پلاس خریدن یک مقدار پول دادن، پول زیادم دادن، و این رقم که بانه ی درست نیست، باید برنامه کلش باشه همونطور که وعده دادن از اول باید کار شوه. و بر خود من روز باور کنین 10 تلفن میای هموطنای ما میگن، ما خودم هم اعتداد به هموطنای ما از طریق اینا دادیم برشان، اونا میان مرا میگن که کجاست پیسه ما را پس بدین، و عقم دارن اینا واقعا حق دارن، ولی خوبی وظیفه انار پلاس است و کاستمر سرویسش است که باید کار بکنن. امیدوار هستم که یک کمک توجه کنن. ما همراه شما کاملا شریک هستم در این مسئله، هم نواستم سر ببخشید شما مزاحم شدم، خواهش میکنم. شاید شما کدام تلفن دیگه داشته باشیم، به خاطر که حال شما برنامه ما رو امشب میبینین یا نمیبینین سب؟ آه چطور نمیبینین؟ چه رقم؟ از طریق انار پلاس میبینین؟ از چی طریق میبینین سب؟ از طریق جادو باکس هست. خوب بسا خوب، خیلی جادو باکس که داشتین دیگه، چرا انار پلاس گرفتین؟ اعتراض مقشه مریض هستم، به متاق خوابم که هستم. بله سید. خودم چی کردیم؟ من مریض هستم، پونچ هستم. خب جدی اصلا دستا او رو گرفتیم که برام اونجا ببینم. خب ولی خب حالا از اون که بگذاریم، انشالله امیدوار هستم که صدای ما و شما را شنیده باشن و یک کار بکنن. برنامه امشب تا این لحظه لذت میبرین، خوب است همه چیز؟ تشکر، زنده باشین، بسیار برنامه قشنگ، خدا شما را نگره، همیش زحمت میکشین، همیش برنامه خوب ترتیب میکنین. تشکر، زنده باشین. قربان شما، یک جان تشکر میکنم، مهربانی کردین، لطف شماست. معذرت میخوام. خواهش میکنم، هیچ مسئله نیست. جان سپاس. خدافظ شما. خدافظ. خب هموطنان گرامی، در این قسمت میریم یک آهنگ زیبای پشتو که بازم یک آهنگ محفلی است. در سال 1998، این سالا رو که میگم هموطنان گرامی بسیار سالای زیاده، سال ما 2017 هستیم، 98 تقریبا 19 سال پیش، بازم در منزل دوست گرامی و عبدالله جان ابراهیمی شب داشتن برای خانم قمرگل که از هنر زیبایشان تقدیر کردن، و بسیار یک شب زیبا بود. در اون محفل خانم قمرگل یک آهنگ بسیار زیبای پشتو خواندن که زاهر جان رسولزاده را تهیه کردن، خودشان فیلم برداری کردن، و میریم امی آهنگ با هم میبینیم، لذت میبریم، و باز برمیگردیم در خدمت شما و یگان تلفن های شما هستیم. با ما باشید. Let's go.
گرامی، امیدوار هستم که از آهنگ قشنگ و زیبای خانم قمرگل که آهنگ محفلی بود لذت برده باشین. واقعا آهنگ بسیار قشنگ و زیبا بود و شب بسیار خوب بود در منزل آقای ابراهیمی. هموطنان گرامی، در این قسمت ناگفته نمانه، در این کلیپ هموطنان گرامی شما نوازنده ها را دیدین که استاد آصف در قسمت طبله امرای خانم قمرگل امرایی میکردن. استاد آصف هم یکی از بزرگان موسیقی افغانستان هستند، فعلا در انگلستان زندگی میکنن و سفرهای زیاد به افغانستان هم دارن. و در قسمت دوتار شادروان آقا صاحب استاد عزیز ایروی که برای ما ماما بود و اصطلاح برای فامیل ما مامای فامیل بود، رویشان شاد، یادشان گرامی بود. بسیار شخصیت دوست داشتنی و مهربان و خوب بودن و هنرمند بسیار خوب بودن. در قسمت تار و نام رایی میکردم و همچنان در قسمت هرمونیه و هنرمند بسیار عزیز گرامی، دوست بسیار خوب خودم و حامدجان شالیزی امرایشان کار میکردن. بسیار واقعا جالب بود. در این قسمت برای شما باشن که بگویم از کدام سال هستم ماتنان گرامی. یک آهنگ پخش میکنم در سال 1996 که این آهنگ از خود ماست. یک محفل بود در شهر سان فرانسیسکو، هنرمند بزرگ کشور ما ظاهر و ویدا روح شاد سفر داشتن بر امریکا و یک محفل خانگی بود که در اون محفل ظاهر جان و ویدا را دعوت کرده بودن بر آوازخوانی البته، و او از من خواهش کردن که یک آهنگ بخونم. یک آهنگ میهنی که حالت طنز داره که البته شعر و کمپوز استاد شاولی ولی ترانه ساز است. رویشان شاد، یادشان گرامی باد. امشب آهنگای بسیار زیبایشان را برتون داریم، آهنگای محفلیشان، و بسیار یک شعر جالب داشت که در اون زمان شعر درست کرده بودن که میخورد به وضعیت اون زمان، منتها زیادتر حالت طنز داره، انشالله به هیچ کس بر نمیخوره. شعری بود که میگفت اگر پرسی که در میهن چه حال است، اما جا کشت و خون و قیل و قال است. به بقیش توجه کنین. امیدوار هستم که لذت بود. ناگفتن ما ظاهر جان و ویدا هم در پلوی من نشستن، در باز جایی که شعر خوششان میاد یک صدایشان بلند میشه و یک واوا میگن و یک چکچک میکنن. رویشان شاد، یادشان گرامی بود. ما میریم یک یاد از ام از ظاهر و ویدا میکنیم که میبینیمش در یک محفل خانگی نشستن و یک عقیر برشان میخوانه. با ما باشین. اگر پرسی که در میهن چی حال است، اما جا کشت و خون و قیل و قال است. همی نگریسم فرزند ابلیس، همی نگریسم فرزند ابلیس. آنها جنگ و جدال است، I'm sorry.
بازنگرم بویای ششاره بی بازنگرم بویای ششاره از آهر شام و جاهر گفت جهان کن از آهر شام و جاهر گفت جهان کن با خب هموطنان گرامی، هم بود یک آهنگ طنز که شادروان ظاهر ویدا هم بود، رویشان شاد یادشان گرامی بود، و یه آهنگ هم ظاهر جان رسولزاد در اون زمان ثبت کرده بودن و من خودم هم بر اولین بار بود که کلیپ دیدم. امیدوار هستم که لذت برده باشین. اگر تلفن هایتان بیاید یکی دو تلفن جواب میتیم، باز میریم سر آهنگ های بعدی امشب. همونطوری گفتم آهنگ ها تمام آهنگ های محفلی است، آهنگای محفل های خانگی. نگفتن من در این آهنگ تمیم جان افضلی در قسمت طبله برای ما طبله می نواختن. تمیم جان افضلی رو با نامشان آشنایی داریم که نام خود یک طبله نواز بسیار مستعد و خوب هستن. هموطنان گرامی، در سه شنبه شب در برنامه پنج ستاره ما یک جوان تازه خوان داشتیم، آقای آریا مارسل که از اوکراین آمده بودن، و بسیار هموطنان ما خوش آمد از این برنامه و از طرز صحبت کردنشان و از آهنگایشان، مخصوص با آهنگ کابل زیبا بسیار شهرت هم پیدا کردن و مهمان برنامه ما بودن. بسیار یک شب زیبا بود و اونایی که برنامه پنج ستاره را سه شنبه شب دیدن حتما خوششان آمده. در این قسمت هموطنان گرامی یک آهنگ از سال 2001، یک آهنگ محفلی است که احسان جان امان در سال 2001 دعوت شده بودن که در ویرجینیا زندگی میکردن که در یک محفل تشریف بیارن بخوانن، و در اون وقتا بود که نو تورجان هاشمی طبله نواز بسیار چیره دست ما از افغانستان آمده بودن، و در اون شب با احسان جان امان که یک آهنگ بسیار مقبول زیبا خواندن. احسان جان امان هم شما همگیتان با نامش با صدای گرم و زیبایش آشنایی کامل دارین. یک آهنگ کاملا، یعنی کلیپ کاملا جدید است. کلیپ گفتن نمیتونیم، یک آهنگ محفلی است ولی جدید است، یعنی شما ندیدین، بار اول است که میبینین. یک تعداد هموطنای ما از گاهی زنگ میزنن که والا یک چیزی که پخش میگم بعد از مؤخره دیده بودیم، یکی میگه من خودم دم ویدیو کاستش از خانه دارم، یکی میگه دی وی دی شو دارم، ولی خب بسیار آهنگاست که ندارین. امشب امیدوار هستم که از امو شوا باشه که چیزهای ناو و خوب ببینین. میریم آهنگ زیبای احسان جان امان رو میشنویم و باز برمیگردیم در خدمت شما هستیم، با ما باشین. Let's go.
چون سوبان از رنج یادم از شب نجران از عشق سوزان از آقلن ما از عشق جانان بیندگان گرامی، با احترام خدمت شما امیدوار هستم که آهنگ بسیار قشنگ و زیبای احسان جان امان که یکی از هنرمندای بسیار خوب کشور ماست و بسیار زیبا میخونه، صدای بسیار گرم داره. احسان جان امان یک مدت در ویرجینیا زندگی میکردن، حالا یک چند سال هستن که نقل مکان کردن در لس آنجلس در اورنج کاونتی هستن و یک استودیو بسیار بزرگ ریکوردینگ و ویدیوگرافی دارن، به سبب بسیار بالا کمرای کارایشان هم برای آمریکایی است و انشالله که همیشه موفق باشن، همیشه بر محمد مقبول و زیبا بخوانم. همچنان تورجان نازنین، تورجان هاشمی را خب همگی میشناسیم که یکی از طبل نوازای بسیار چیره دست کشور ما، یکی از شاگردای ممتاز استاد هاشم هستن و سالهای سال است که در این منطقه هستن و همراه ما، همراه تمام هموطنا و هنرمندا بسیار یک رویه بسیار خوب نیک دارن، بسیار یک شخصیت شکسته و دوست داشتنی هستم. من بسیار احترام خاص برای تورجان دارم، اگر برنامه رو میبینن بهشان احترام میرسانم. در این قسمت هموطنان گرامی میریم سراغ یک آهنگ
یک کمک گرنگتر به اصطلاح یک راگ یک کلاسیک رقم یک آهنگ که نعیم جان نظری بر شما میخوانه. نعیم جان نظری در سال 1991 اگه حساب کنیم سب 9 سال از اوجه میشه و 17 سال هم تقریبا 26 سال پیش عروسی برادرشان بوده و در او عروسی آهنگ خواندن عارف جان احمدی هم راشان طبله نواخته. ناگفته نمانه که نعیم جان پوپل هم در پلویشان نشسته و موجه گوش میکنه و لذت میبره. میریم آهنگ محفلی زیباره با صدای گرم هنرمند گرامی نعیم جان نظری با هم میشنیم میبینیم و لذت میبریم. با ما باشین.
آهنگ بسیار زیبایی بود از هنرمند گرامی نعیم جان نظری با طبله عارف جان احمدی و همچنان نعیم جان پوپل دوست عزیز گرامی ما هم نشسته بودن و هضم می‌بردن. امیدوار هستم که خوشتان آمده باشه و لذت برده باشین. نعیم جان نظری بسیار هنرمند خوب هستن، بسیار زیبا می‌خوانن، مکتب استاد سراهنگ می‌خوانن و کارشان واقعا بسیار عالی است. و همچنان عارف جان احمدی یکی از طبله نوازایی است که در ایست کوست است، در اون منطقه زندگی میکنن و بسیار شخصیت محترم و دوست داشتنی دارن. یکی دوبار ما هم رایشان یک جایی بودیم در یک محفل. هموطنان گرامی، در این قسمت میریم سراغ یکی از بزرگان خرابات، استاد رحیم بخش. مدلاب آهنگا اگر تلفونتان بیاید بیگان تلفون جواب میتون، ولی چون آهنگای بسیار خوب من فکر میکنم شما هم کلگی نشسته نمیتون لذت میبرین، ولی خب عدلا بلا اگر کس تلفن زد حتما تلفن شما رو هم جواب میدم. خوشحال میشم ما را کمک انرژی بتین که برای شما برنامه بسیار خوب و دوست داشتنی تهیه بکنیم. استاد رحیم بخش هموطنان گرامی در سال 1996، یعنی درست 21 سال پیش در امریکا تشریف آوردن. آخرین سفرشان بود در امریکا، بعد از اون رفتن بعد از یک مدت کوتاه وفات کردن. اول در پاکستان دفن شدن و بعد از او باز خواهش شد که باید مقبرشان به افغانستان بیاید و باز به افغانستان آمد و تا یک مراسم هم مقبرشان در افغانستان دفن شد. رویشان شاد، یادشان گرامی باد. از آخری آهنگایشان است که استاد رحیم بخش شما همیشه آستابروی به حساب اصطلاحی ما شما که میگیم آهنگ آستابروی استاد رحیم بخش همیشه شنیدن و هر کدام کسایی که در اون زمان در محافل عروسی بودن بسیار خاطرات خوش و خوبی دارن از دوران طلایی افغانستان. ولی خب در این آهنگ زمانهای آخر است که بعد از اینکه از امریکا میرن یک مدت بعدش وفات میکنن. آهنگ آستابرو را استاد رحیم بخش در منزل عبدالله جان ابراهیمی، همونطور گفتم عبدالله جان ابراهیمی یک شخصیت هستند که هنرمندای بزرگی که میآید تمام هنرمندای شناخته شده افغانستان در منزلشان حتما ازشان قدردانی شده و یک شب زیبا برشان تهیه شده خواندن و یک مقدار پول هم برشان پرداخت شده و همچنان یک شب بسیار زیبا بوده، واقعا شبایی که در منزل عبدالله جان ابراهیمی بوده. و این هم در محفل است که در منزل عبدالله جان ابراهیمی است و استاد آصف در قسمت طبله همراهشان همراهی میکنن. آهنگ بسیار قشنگ و زیبای خاطر انگیز آستابرو رو با هم با صدای گرم شادروان استاد رحیم بخش میشنویم و میبینیم. Sabe lo, sabe lo, sabe lo,
با احترام خدمت شما، آهنگ بسیار زیبا بود از شادروان استاد رحیم بخش در منزل آقای عبدالله جان ابراهیمی. باید خدمت شما عرض کنم که استاد سلیم بخش رویشان شاد سال گذشته وفات کردن و ما یک برنامه هم از طریق، البته در زمان حیاتشان هم یک شب را تجلیل کردیم از استاد سلیم بخش و استاد حسین بخش، فرزندان استاد رحیم بخش سال گذشته وفات کردن، در پلویشان هستند. ببینید که استاد رحیم بخش در سن رسیده بودن که حافظه‌شان قدر زیاد کار نمیکرد، ولی با شوق با عشق بر شما میخواند. مشکل کار است، یعنی آدم در سن برسه که بازم دلش بخواهد که برای وطنهای خود بخوانه، و بسیار خوب هم خواندن، بسیار زیبا خواندن. استاد سلیم بخش در پلویشان بود، بعضی مواقع اشعار که یادشان میرفت برشان میگفتن. این کار بسیار درست است و واقعا من خوشحال به این میشم که همیشه، چون گفتیم که ما باید همیشه مثبت فکر کنیم، خوشحال به این میشم که یک هنرمند چقدر عشق داره، چقدر علاقه داره که مثلا تا سن که تا حافظش هم کار نمیکنه ولی هنوز هم میخواهد که بخونه، و بسیار زیبا هم خواندن. رویشان شاد، یادشان گرامی باد. واقعا استاد رحیم بخش از بزرگان خرابات هستند و ما بسیار برشان احترام خاص داریم، به تمام خراباتیان و خصوص استاد رحیم بخش. یک تلفن جواب میتم. شما روی خط هستین؟ سلام علیکم. خیلی جان راوی، السلام علیکم. علیکم السلام، خوش آمدین. صاحب میروان چیزای ناب و برما مانده نمشب، ما دیده میریم شستیم چای خورده و گفتی خود شما اینمی شستیم سرین شما را دعا میکنیم و خانه تقواد جهان ممنون. خواهش میکنم، ما فقط اونم دوباره کار داریم سر.
با خدا چطور رمانه که ما نمیدید از هیچ تلویزیون ما تا فیلن نایده بودیم. بله خب ما همیشه سعی میکنیم که برای شما برنامه تهیه بکنیم که هر برنامه مثل هم اگه باشه کمک خسته کن میشه، باید تنوع درش باشه. والا هر چیز از دیگه ما خانیتون آباد از طرف خود از طرف پامین خود در جهان ممنون میگه شما خانیتون آباد. شما رحمت الله جان این تشکری را از ظاهر جان رسولزاد بکنن که اینا لطف مهربانی کردن آثار خود برای ما فرستادن. از اونا میکنم شما ممنون شما تلویزیون آقای نبیلا زنده باشین. یک جان تشکر، شب بشه خوش. میخوایم برنامه رو ببینید تا ختم چهار آنگ زید قربان شما مهربانی کردین، تشکر از شما. خوب میریم سراغ استاد الفت آهنگ. استاد الفت آهنگ هم از هنرمندای خرابات است، واقعا از استادای بسیار خوب است، واقعا بسیار زیبا میخوانند، بسیار با قوت میخوانند. در سال 1995 کنسرت داشتند در کانادا که در زمان قیس جان پسرشان قیس الفت سنشان خرد بود، امروشان طبل نواختند و یک کنسرت هم ظاهر جان رسولزاد فیلم برداری کردند. آهنگ بسیار قشنگ و زیبای را خواندند. میریم با هم آهنگ زیبای استاد الفت آهنگ که اگر برنامه رو میبینن برشان احترام میرسانم با هم میبینیم مشنایم و لذت میبریم. Thank you.
خب بیندگان گرامی، امیدوار هستم که از آهنگ زیبای استاد الفت آهنگ لذت برده باشین. واقعا آهنگ بسیار زیبا بود، بسیار زیبا میخوانن، هنوز هم میخوانن شکر خدا. ما یک آهنگشان در هاوارد شوی که سال گذشته بود خوانده بودن، بسیار زیبا خواندن، بسیار دوستشان داریم. هنرمند بسیار بزرگ افغانستان هستن، امیدوار هستم که همیشه شاد و سلامت و سرحال باشن. امشب برای شما همونطوره که گفتم همتران گرامی، آهنگا کل آهنگای محفلی است، آهنگایی است که در محفلای خانگی یا در یگان کنسرت‌های خصوصی خوانده شده و برای شما زایجان رسولزاد زیاد تمام از اینا را که فیلم برداری از خودشان بوده و خودشان تهیه کردن، بعضا را که تانستن یگان پکچرهای مقبول دیگه هم مثل آهنگ آقای شادکام درست کرده بودن دهیه کردن، ولی وقت بسیار کوتاه بود. من روز سه شنبه ازشان خواهش کردم که من متاسفانه اینترنت خانه موقت است، بخاطر کم کار دارم در خانه، خواهش کردم که لطف مهربانی کردن در ظرف دو روز برای ما آمادگی گرفتن، جهان سپاس، تشکر میکنم ازشان. و در این قسمت برای شما میریم سراغ شادروان استاد سردار سمیجان سراج. سردار سمیجان سراج اگر یادتان باشه از تقریبا سالهای قبل ما که برادرزادهشان آقای عمر سراج لطف کردن به ما ویدیوهایشان فرستادن و چهار دفعه ما او را پخش کردم، به نظر به تقاضای شما چهار مرتبه از گنجینه هنر پخش شد. امشب یکی از آهنگایی است که زمان بسیار او آهنگ از زمانهای افغانستان بود که جوان بودن، ولی امشب یکی از آهنگای دوران بسیار به اصطلاح کهنسالیشان است که یک آهنگ بسیار زیبا را بازم در منزل عبدالله جان ابراهیمی خواندن. یک تلفن هم به اجازهتون جواب بدیم. شما ری خط هستین؟ سلام علیکم. بله بله بفرمایید. سر شما روی خط هستین؟ صدای تلویزیونتون رو کم کنین، بفرمایید بشنویم. سر بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام، بفرمایید. سر چندین سال است که میخوایم که روی تماس شوم، اما تلفون لانگستر ندارم، اما ترمان بدل ماندیم. میشه خود معرفی کنین سر از کجا زنگ میزنین که ما نامتان رو بگیریم صحبت کنیم؟ چه وقت پیدا کن، چه وقت رویت ببوسم. از کجا زنگ میزنید؟ اسم مبارک سه ماسیم سندیوگو. بله، اسم مبارک؟ اسم من نعیم پروانه. نعیم جان پروانه، آقای پروانه بفرمایید سه مشنایم. بارم یک خونده اسم خوش دارم اگه پیدا کنی برای من. بله سه، از کی هست سه؟ مرام نفرش یادم رفته. زیریان تویری خوش میکنی ناز 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 بیدوی من میشم پنالتم ساد از زلفت زنجیری بلا اینه تسقامت ناز و هدا رویایی نیسینه ای تو میل رخشه قلوبند و تلا و بگردون رسد شور و نوا. بسیار محبوب. شما یه آهنگ از کجا شنیدین سب؟ از کی شنیدین؟ والا چقدر زیبا خواندین در این سن سای، والا به خدا قدر به کیف و بسیار زیبا خواندین، نام خدا. آقای پروانه گفتم یا آوازخوان یادتان نمیاد کی بود؟ اصلش که اگه من پیدا کنم، من این رقم از آهنگ بسیار مشکل است برای من که پیدا کنم. خواندن دیگه هم است اگه پیدا کنی کدام است؟ فرم او لیلی 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 سهرا او لیلی. بله بله، چیز خواندن جناب آقای امانی خواندن. بله بله، براتون پخش میکنم. بله یک جان تشکر آقای پروانه از تلفنتون بسیار مهربانی کردن، شب بسیار خوش براتون میخوایم، انشاءالله که خوش و آرام باشین در شهر زیبای سان دیگو. خب سب، در مورد سردار سمیجان سراج گفتم که یک آهنگ داریم که در سال باشن که بینیم سالشم، بله در سال 1995 یعنی تقریبا 22 سال قبل در منزل عبدالله جان ابراهیمی در محفلی که برشان گرفته بودن خواندن. بسیار زیبا خواندن. سردار سمیجان سراج چند سال قبل وفات کردن، رویشان شاد باشه، یادشان گرامی بود. من انشاءالله یه آهنگ پخش کردیم اگه وقت بود، چون دو آهنگ دیگه هم داریم، اگر در آخر وقت بود یکی دو تلفن جواب میتونم. در غیر از او امشب شب موسیقی و آهنگای محفلی است، با ما باشید. واو
تو میزنم بازو که بوری تو نیشنم بازو که بوری تو نیشنم Thank you.
هموطنان گرامی، با احترام خدمت شما، آهنگ بسیار زیبایی بود از شادروان سردار سمیجان سراج، آهنگ محفلی بود که اونایی که میشناسنشان حتما و اونایی که نمیشناسن من فکر نمیکنم کسی نباشه که نشناسن، برای از اینکه البته تو کلیپ رسمی نداشتن ولی یک شوقی خان از زمانه بسیار بسیار قدیم بودن که نام بسیار بزرگ در موسیقی افغانستان دارن. در قسمت طبله رولا جان الکوزای همراهشان همراهی میکرد و همچنان در قسمت دوتار آقا صاحب شادروان آقا صاحب عزیز زیروی بود و یک خانم هم در آخر یک کمک زمزمه کردن، خانم سامعه عمر از کنا هم در نیویورک تشریف دارن. آهنگ بسیار زیبایی بود، بازم تشکر از زاره جان رسول زاد. در این قسمت دو دانه آهنگ داریم هموطنان گرامی. اولین آهنگ از استاد شاولی ولی ترانه‌ساز است که ختم برنامه است. دو آهنگ کوتاه، تلفن ها رو متاسفانه نمیتونم جواب بدم. آهنگ بسیار زیباست که در سال 1996 در منزل خود زاره جان رسول زاد، ببینین 21 سال این گنجینه از خانهشان نبر آمده و هیچ کس هم ندیده. در منزلش اگه کس رفته شاید دیده ولی با کس کپی ندادن یا بر کسی چیز نه، ولی برنامه گنجینه اونها رو برش اعتبار کردن و ما هم با بسیار امانتداری پخش میکنیم. امیدوار هستیم که شما هم با بسیار صورت امانتداری رو نگاه بکنین. در سال 1996 آهنگ بسیار زیبایی که از کمپوزای خودشان است، آهنگایشان معمولا کمپوزای خودشان، آهنگ گل عروس که آهنگ بسیار زیباست استاد شاولی ولی ترانه ساز. رویشان شاد، یادشان گرامی باد، با هم میبینیم، مشنویم و لذت میبریم. افغانی سن وقتی که دکتراشون میکنند باز خوب که میتوسن باز دکترات دست جمین یا مغرسخی دی جمین خانه شد خوب باز البت شیراش میدار بی بی گل آراز میرا میانه گل بانگ خروز مشتا میانه
خب بیندگان گرامی، امیدوار هستم که از آهنگ قشنگ و زیبای استاد شاولی ولی ترانه‌ساز لذت برده باشین. واقعا آهنگ بسیار زیبا بود، رویشان شاد، یادشان گرامی بود. ما استاد ترانه‌ساز بسیار دوست داریم، بسیار شخصیت بزرگوار بودن، یک مدتی هم در این منطقه بودن. ما از افغانستان میشناختم منتاد، و یک مدتی که در این منطقه بودن ارتباطات ما زیادتر بود و زیادتر میدیدیمشان، به دیسپوسیشان میرفتیم. رویشان شاد، یادشان گرامی بود، و یکی از بزرگان موسیقی افغانستان بودن. کمپوزای زیبایشان بسیار هنرمندان را به شهرت رساند واقعا، و واقعا یکی از بزرگان موسیقی بودن در کار خود هم استاد. متاسفانه وقت ما کاملا تمام است هموطنان گرامی. من یک بار دیگه تشکر میکنم از رضا جان در استودیو لس آنجلس که امشب با ما همکار بودن، جان سپاس تشکر، و همچنان تشکر خاص دارم از زاهر جان رسول زاد که لطف کردن در وقت بسیار کوتاه همین آهنگای مقبول تهیه کردن برای ما از گنجینه هنری خانه خودشان، که حتما همگی شما از این آهنگا لذت بردین. یک چیز متنوع بود، هزار هنرمندی که خوانده بودن، واقعا همگیش خوب بود. امیدوار هستم شما از برنامه ما امشب راضی بود باشین. ان شاء الله من سعی میکنم در صورت امکان اگه بتونم برنامه را در صفحه یوتیوب و فیسبوک هم بگذارم. با اجازه رضا جان یک تلفن جواب میتم آخری و خداحافظی. شما ری خط هستی؟ سلام علیکم. خیلی سلام علیکم. علیکم السلام، خوش آمدین، بفرمایید. لطفتان گلم بخون قلب رو یکون یک دیگه تشکر بدن. میشم برنامه بود که راستی یقینا اولین دفعه ما دیدیم، فقط از هر تمن تنمی بود در هر سو بارو بوری بخونم پروانوار گوی به یک جای بریم و به دیگه جای بریم. امشب یک 12-13 آوازخان رو نرمن میمان منزل شما بسیم. زاهر جان رسول زاد بله، تفریق شماست، به تماموشن تشکر، ممنون شما. امشب بسیار خوب داشتیم، امشب بسیار خوش داشتیم. لطف شما، قربان شما. یک جان تشکر، ممنون شما، لطف کردین، شب خوش براتون. اسمتان نگفتین برای ما صاحب، اسمتان؟ رومال عبادی اسم. آقای عبادی یک جان ممنون، تشکر میکنم، ممنون شما، قربان شما، خدا نگهدار، لطف کردین. تلفن ها روشن است هموطنان گرامی، متاسفانه وقت ما کاملا تمام است. بازم تا سه شنبه شب در برنامه پنج ستاره شما رو به خدا یکتا میسپارم. فراموش شما نشه، زمستان بسیار سرد در افغانستان است. نظر به توانتان، هر کس به هر طریقی که میتونین به مردمی که احتیاج دارن کمک برسانین، ان شاء الله که اجرش میبرین. شب روز شما خوش، خداوند یار مددگار. آمان 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 آمان
بدن سرت.